درود به بچه های کانال ماشین خدا. لامبورگینی کنتاچ 1985، یه پیشرانه V12 تنفس طبیعی به حجم 5.2 لیتر و 4 سوپاپ در هر سیلندر. این خودرو 6 کاربراتور بود و قدرت تولید 455 اسب بخار رو داشت. پورشه 959 که در زمان معرفی سال 1986 پیشرفته ترین خودروی اسپورت جاده تاریخ محسوب شد که سرعت اون 317 کیلومتر بود، در حالی که بعضی از نمونه‌هاش به 340 کیلومتر در ساعت هم دست پیدا کردن. یه پیشرانه 2.8 لیتری 6 سیلندر تخت توین توربو هم داشت. فراری F40 سال 1987، یه سال پس از پورشه، دنیا شاهد معرفی یه شاهکار دیگه به نام فراری F40 بود. پیشرانه 2.9 لیتری V8 توین توربو مکلارن F1 1992. بدون شک مکلارن F1 یکی از خفن ترین هایپرکارهای تاریخ محسوب میشد. یکی از جذابیت های F1 صندلی سه نفرش بود که راننده وسط میشست. پیشرانه 6.1 لیتری V12 تنفس طبیعی ساخت BMW که 627 اسب بخار قدرت تولید داشت. مرسدس بنز CLK GTR سال 1998، پیشرانه V12 6 لیتری به 6.9 لیتر افزایش پیدا کرد و قدرت تولید 612 اسب بخار رو داشت. فراری انزو سال 2002، فراری از هایپرکار جدید انزو به عنوان جانشین F50 پرده برداری کرد. پیشرانه 6 لیتری V12 تنفس طبیعی انزو 660 اسب قدرت تولید داشت. پورشه کررا جی‌تی سال 2003 به پیشرانه 57 لیتری V10 مجهز بود. این پیشرانه 612 اسب بخار قدرت تولید میکرد. بوگاتی ویرون سال 2005، قطعا این خودرو یکی از هایپرکارهای فراموش نشدنی تاریخ محسوب میشه. پیشرانه این هیولا 8 لیتریه، W16 4 توربو، 1001 اسب بخار قدرت تولید میکرد. مکلارن پیوان سال 2012، پیوان هایپرکار پلاگین هایبریدی بود که از پیشرانه 3.8 لیتری V8 توین توربو به همراه یه موتور الکتریکی استفاده میکرد که 916 اسب بخار قدرت تولید میکرد. لافراری سال 2013، این عجوبه رقیب مستقیم پیوانه که اولین محصول هایبرید فراری بود. یه پیشرانه 6.3 لیتری V12 تنفس طبیعی با 800 اسب بخار قدرت. پورشه 918 اسپایدر سال 2013، این خودرو رقیب لافراری و پیوانه و از یه پیشرانه 4.6 لیتری V8 تنفس طبیعی به همراه دو موتور الکتریکی که جمعاً 887 اسب بخار قدرت تولید میکرد. مکلارن اسپیدتیل سال 2020، مکلارن این هایپر رو جانشین F1 میدونه و یه پیشرانه 4 لیتری V8 توین توربو به همراه یه موتور الکتریکی که جمعاً 1050 اسب قدرت تولید میکنه. مرسدس بنز AMG1 سال 2021، پیشرانه فرمول 1 جاده ای. انجین این خودرو 1.6 لیتری V6 توربو و 4 موتور الکتریکی که جمعاً 1050 اسب بخار قدرت تولید میکنه.